سلام عرض میکنم خدمت همه همشهری ها، اونایی که تو استرالیا، اونایی که تو امریکا، تو اروپا، هر جای دنیا که هستی. سلام میدم به شما رفیقی که سالهاست دارید برنامه ما رو نگاه میکنید و منت به سرمون میذارید، ما رو مهمون خونهاتون میکنید. بعضی وقتا از تو لپتاپ میریم تو، بعضی وقتا تو تلویزیون، بعضی وقتا تو موبایلی که تو دسته. به هر حال طی این همه سال فعالیت نشون داد که عزیزا ما رو چقدر دوستمون دارن. همون مقداری که شما ما رو دوست دارید، ما هم شما رو دوست داریم. تقریبا بازدیدهایی که تو فیسبوک داشتم شاید سالیانه بالای 100 میلیون بازدید باشه که داخل فیسبوک بازدید کننده داریم، و همینطور تو این چند سال گذشته هم تقریبا 60-70 میلیون بازدید کننده داخل یوتیوب داشتیم و همینطور سایتایی که هست. این نشون دهنده اینه که مردم دوستمون دارن. و ما هم تقریبا 3 روز دیگه 3 تا فیلم دیگه بسازیم، 900 تا فیلم آشپزی درست کردیم. بریم سراغ همسرم و ایشون هم با شما سلام علیکم و حال احوال کنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. البته جواد فراموش کرد دیگه، ما براسمو گرفتیم که بگم ولنتاین همه دوستامون، چه ایران چه خارج از کشور، همتون مبارک باشه. ان شاءالله هر جا که هستید همتون خوب و خوش و سلامت باشید. در رابطه با ولنتاین آنی جون یه چیز بگم، شاید مناسبت نداشته باشه ولی بگم بهتره. امیدوارم که کسایی که عزیزاشون رو به خاطر کرونا از دست دادن، زوجایی که تنها شدن، کسایی که عشقشون رو از دست دادن، این خیلی مطلب بزرگیه. من تو همینجا استرالیا چند تا از دوستام همسرشون رو از دست دادن و اینکه روز عشق رو به اونا هم تبریک میگم. امیدوارم عشقشون جاودانه باشه و تو قلبشون باقی بمونه. امروز 3 روزه این کادو رو سه روزه این کادو رو قایمش کردم، ولی آنی از من قول گرفت که من دست به کادوش نزنم، ولی من 3 روزه اینو قایمش کردم، این کادو رو، کادویی که برای روز ولنتاین گرفتم. همیشه من سعی میکنم کادو هدفمند بگیرم، بعضی چیزا رو میگیری اصلا استفاده نمیشه، ولی آنی برای من هرچی گرفته، اونجوری نگاه نکن، آنی برای من هرچی گرفته خدا وکیلی تا حالا استفاده کردم. مثلا همین پیرنی که تو تنمه، میدونی مثلا من تامی رو دوست دارم، همینه مثلا اینو برای من گرفته. نه هر چی که برام گرفته همیشه استفاده شده، ولی هر کاری کردم، هر چی اینو تکونش دادم، هر چی تکونش دادم نفهمیدم تو چیه. اون مشخصه، اینو من نفهمیدم چیه. هر چی فکر میکنم از دیروز هدفمند اینقدری، خب به ذهنم فقط چند چیز رسید. بگو چیزی که به ذهنت میرسه، بگو ببینیم چیا به ذهنت میرسه. اولین چیز احتمالا سرویس قابلمه‌اینه باشه که خودش تو آشپزخونه برای خودش گرفته در واقع استفاده بکنه. به خود سرویس قابلمه نیست، سرویس قابلمه نمیخرم. میدونید چرا؟ چون جا نداریم دیگه اینجا، خونمونو داریم عوض میکنیم، خونه بعدی رفتیم 4 رنگ سرویس قابلمه، ولی واقعا نمیتونم، جا ندارم. دستگاه این چی میگن، آبی بگیریه شاید مثلا یه ویتامکس دوست داشتم بگیرم، اونم اگه بخرم آقا برای خودم خریدم، برای آشپزخونه باشه من نخریدم. آره این قبول نیست. من به هر موندم هیچی هستش. ولی من اول کادوی تو رو باز میکنم. مشخص دیگه. به خدا نفهمیدم. به هر کی میفهمه این سخته. ببینید فقط میگه تلپ تلپ. تلپ نیا کن بذار بیارم جلوی میکروفون. من نفهمیدم. بذار بازش کنم. بذار ببینم. از کجا باز میشه؟ هر چیزی تلپ هم نمیاد آخه. حالا میخوایم نه تو باز نه تو باز نکن بذار من باز کنم. من گوشش رو ببینم. واقعا ندارم. گفتیم با شما شیر کنیم. دوران کرونا نمیشه مهمونی اینا گرفت. ولی ما چی نوشته؟ کیون. واو. حال کردی؟ اول تو من نمیشه. وقتی من کادو آنی رو خریدم کل فروشگاه همه داشتن نگاه میکردن. این بزرگترین سایز کادویه که میشه خرید. چی نوشته روش؟ برش دار دیگه. برش کرده نه؟ این منو نمیشه. برش کرده برش کرده. نوشته شیواز ریگال روش نوشته. این بزرگترین ویسکی شیواز ریگالیه که توی استرالیا وجود داره، براش خریدم. وقتی خریدم خدا من شاده فروشگاه همه داشتن نگاه میکردن. حالا از تو جعبه درش نمیدونه تو شیه، هنوز نمیدونه تو شیه، بازم نمیدونه تو شیه. بذارید این چرا بزرگش رو میگم. کتونی آقا دمت گرم. من دو بار رفتم این کتونی رو نگاه کردم، دست درد نکن. من دو بار رفتم هر چیزی رو من میرم نگاه میکنم، نمیخرم. آنی برام میخره خدا وکیلی. دمت گرم. این نایکه رو خیلی دوست داشتم، نایکه قشنگه. من
من کتونی خیلی میفروشم، خیلی هم کتونی دارم، عاشق کتونی هم بیماشت کنم. خب این از این میام فیلمو کات کنیم، من اینو بازش کنم. اوکی پس اینو من درش بیارم، این ویسکی رو در بیارم، شما هم ببینید. اینم اون لحظه ایه که آنی خانوم میخواد درش کنیم، ولی نمیتونی بلندش کنی آنی. اون نمیشه بلش خیلی بابا این آشش. این هم از این حال کردی؟ اینجوری هدفمند میخرن. کی اینو میخواد بخوره؟ اینو اگه اینجا شروع کنی خوردن بندر عباس هم برسی نمیتونی تمامش کنی. ولی بذار من درش باز کنم به عشق خودت. اجازه سرش باز کنم؟ نه دیگه خودم باید باز. برو ببینیم. بر منه خب بذارم. وای به 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 علی یه پیک برده بیار. اینجا رو تو رو خدا این برو یه پیک بیار. این اصلا جواب این جواب با این بابا قطره چکونه جواب نمیده که. اینو وقتی تو فروشگاه خریدم برام آوردنش اونجا همه نگاه میکردم. من آره همه اوکیه برده بیار. من خیلی وقته که من خیلی وقته که مشروب نمیخورم، برای کسی هم سرو نمیکنم، کسی هم بگی برام بخر براش نمیخرم، اما این عشقمه، دوستش دارم، براش خریدم برای اینکه بهش بگم چقدر دوستش دارم. الان بذار من برات بریزم یه دونه اینجا رو. آره اینجوری میکنی؟ بس یخش کن. یخ نمیخواد اینجا رو. عجب چیزیه تو نمیری. بیا حوض کردن. اینا آقا چیز خوبیه. من میگم باید بیا بشینیم. من میگم بعد هدفمند بخری، یه کادوی بخری که به درد بخری. هدفمند بزرگیه. آره بعد اینو خریدم گفت آقا پارتی داری؟ گفتم نه پارتی نداری، برای ولنتاین میخرم. گفت بی خیال، گفتم به خدا اینو گرفتم که صفا کنی بعدم بخورش. آقا بعضی چیزا تو زندگی هست، اگه نتونی استفادهش بکنی دیگران میان برات استفاده میکنن. من تو خونه هم چیزی رو میخرم که استفادهش بکنم، اگه استفاده نکنم خدا نشده نمیخرم. و اگرم چیزی داشته باشم که استفاده نکنم، خانمم اخلاقمو میدونه، تو فیسبوک یه قسمتی از جنسای مجانی میذارم، دوستوت میذارمش اونجا، میگم آقا یکی بیاد در خونه برداره ببره استفاده کنه. وقتی اون استفاده کنه اون کارماشو زندگی منم میادش. دوست دارم این پیکو اگه خوردی بخوری به سلامتی کسایی که عشقشون رو از دست دادن و امسال ولنتاین تنها هستن و بدونن که همیشه ما به یادشون هستیم، به فکرشون هستیم. من خیلی مسیج گرفتم به خاطر کرونا، من چند تا از اعضای خانواده‌ام از دست دادم و اینکه خودم رو کنترل کردم. تو فیلم ها آنی هم از اعضای خانواده‌اش از دست دادش، ولی خودمون رو کنترل کردیم، سعی کردیم خودمون رو خوب نشون بدیم تا اینکه مثلا به مردم نمیدونم اون ناراحتی و افسردگی رو انتقال ندیم. تو اگه دوست داری چیزی بگی تو هم بگو عزیزم، دیگه امروز روز توه، روز عشقه. پیامی اگه برای کسایی که به قول معروف عاشقن، دوست دارن، دوتایی زندگی میکنن، همیشه ایشالله شاد باشن، کنار هم خوب و خوش و خورن باشن. این ماده اول سلامتی، بعد خوشی و سلامتی و خوشی همه. این هم سلامتی همه. سلامت. آره ما یه خاطره کوچولو بگم، این همیشه گفتم سر کوچه آبجوسازی میشستیم تو نواب خیابون سینا، بعد اون موقع شیشه مارشهره بهنوش بود، بعد بهنوشا بودن، مارشهره رو خالی میکردیم، یه شاپور ادب بود سر خیابون، شاپور ادبش بود سر خیابون سینا، از اون عرق میگرفتیم میریختیم تو مارشهره، همه بعد از ظهر میشستن نوشابه کیک میخوردن، ما ملکی یه کیک و عرق میخوردیم. ساعت 8 شب بود، مست سیاوش بودیم سر کوچه. امیدوارم روزی برسه، دلم برای ایران خیلی تنگ شده. شاید وقتی که بتونم برگردم ایران دیگه همه چی اونجوری نباشه، یا اگرم باشه ما دیگه تو اون سن نیستیم که بخواد اونجوری باشه. بعضی از هیجان‌ها برای بعضی از سن‌هاست. اصلا شاید وقتی که من رسیدم شاید دیگه اون آدم ها وجود نداشته باشه، اصلا شاید خودم نباشم.
پس سری میریم ایران هم ترکیه آره. دوبه چشم ولی سعی میکنم که آره دارم تلاش هم میکنم که الان 10 سال خانواده هم ندیدم، دارم تلاش هم میکنم حالا برم آذربایجان شوروی یا ترکیه. من ترکیه 4 سال زندگی میکردم، برم یا ترکیه یا آذربایجان شوروی که فامیلامون همه هستن، خانواده دوستا رفقا همه رو دعوت بکنیم. آقا پدرزن من به من میدید چی میگه؟ بابا اینم آنی بزن به سلامتی بابا، بابا جون سلامتی، اینم قول میدم اومدی جون جواد یه دونه اینه برات بخرم، یعنی هر روزی که اومدی بزنی. آقا ما پدرزنمونم میگه آقا من نشد یه کباب تو رو بخوریم. راست میگه، دارم اقدام میکنم اگه بشه بتونم خانواده‌مو بیارم اینجا و ببینمشون. ما دوستتون داریم و اینکه بهترین ها رو از خدا براتون میخوام. نمیگم فیلم ها اشتراک گذاری کنید، نمیگم چنلمون رو دنبال کنید، چون میدونم شما ها کنارم هستید. اگه حالا یوتیوب نباشید تو فیسبوک هستید، فیسبوک نباشید این استاس. بازم مرسی که ما تا این همه سال این همه فیلم های گذاشتی همیشه ما رو ساپورت کردین، دمتون گرم. خدایی دمشون کرد. ما مردمان خوبی داریم، مردمان خوبی داریم، دوست داشتنی. آقا سه تا دیگه فیلم درست کنیم میشه 900 دیگه تشویق بندیم بریم، خسته شدیم به خود انقدر فیلم بگیریم. آقا اعتراض نکن دشت مردم، اعتراض همین الان برای کتاب بسته شد دیگه. نه کتابو نه، من همین الان بابا گدام خونه جدید، خونه جدید میخوام بهتون بگم فیلم مورد زندهش 100 تومنه. خونه جدیدو بگیرم یه دونه تنور توش میخوام بزنم، یه کوره میخوام توش بزنم، فقط میخوام غذای ایرانی رو بهتون نشون بدم. الان اگه حرف بزنم حرف پیشه، ولی تو خونه بزرگ دارم، خونه بزرگ میگیرم که بتونم اون قابلیتایی رو که دارم بهتون نشون بدم و بتونم غذامونو به دنیا نشون بدم. خدا وکیلی خیلی از غذاها رو من درست کردم. دنبال این حرفا نیستم بگم اولین ابداع کنندش من بودم، امروز روز مد شده. اون بالا پرچمی رو خودتون دید، 10 سال پیش من تو فیسبوک درست کردم. کباب سرعیایی رو 14 سال پیش من درستش کردم، امروز کباب رول چنجه مد شده و خیلی از غذاهای دیگه. ولی اینو میخوام بهتون بگم، حتما خونه جدیدو بگیرم آشپزی بزرگ میکنم بهتون نشون میدم. از کرگدن گرفتانی میگیرم میکنم تو اون فره گوش میکنی، نمیدونم بچه فیل کرگدن از یه جا از هر جا گشی گیره و کانگورو نتو میره همه میریزن دست من پابم میه. آقا کانگورو اصلا اینجا سمتش نمیتونی بری. آقا دمتون گرم، دوستتون دارم عزیزم، دوستت دارم. بیه ماچت کنم، امیدوارم که شما هم شاد و خرم باشید، دوست داشتنی باشید. هر وقت ما فیلم میذاریم همدیگر ماچ میکنیم آخرش دعوام میشه، چشم میکنه یا دعوام میشه یا فردا یا هم میرم بیمارستان. آره آره آقا نکنید، جونه من نکنید، فیلمو نگیرید. آره آقا دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، خدا یارو نگهدارتون.